قدردانی حکومت افغانستان از تلاش های روسیه برای پروسه صلح کشور. پس از ابهامات در مورد روابط کابل و مسکو، وزارت خارجه افغانستان در مورد روابط افغانستان با روسیه وضاحت داد و از همکاری های مسکو برای تامین صلح در افغانستان قدردانی کرد. قرار است تا دو روز دیگر نشست برای صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد که پیام ما در این نشست با طالبان این است که از راه جنگ به هدفتان نمی رسید و این تجربه هم ثابت ساخته. پیام دیگر ما این است که بین تروریست خوب و بد تفکیک وجود ندارد. ریاست جمهوری افغانستان نیز امیدوار است که نشست مسکو بتونه به پروسه صلح افغانستان کمک بکند. یک، آیا نشست مسکو برای تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟ دو، سیاست خوشبینانه حکومت افغانستان در برابر روسیه فرصت است و یا هم تهدید؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم باقایان احمد سیدی، استاد دانشگاه، آقای عمر صافی، والی پیشین قندوز و همچنان آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای سیدی، با شما آغاز میکنیم. اول خب، قدردانی حکومت افغانستان از تلاش های مسکو در پروسه صلح، با توجه به مجموع پرسش هایی که در مورد نقش مسکو در مسئله صلح افغانستان و چگونگی حمایت از طالب مطرح است، با چه معنا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب دکتر نظری، جناب آقای صوفی و بیننده شما سلام عرض ادب دارم. افغانستان با همه مشکلات و پرابلم هایی که دامنگیرش است، در حال حاضر ضرورت داره که با تمام کشورها، چی در منطقه چی خارج منطقه، روابط نیک و حسنه برقرار کنه و ضرورت داره تا از اون چی که کشورها در مورد صلح حرف میگویند به حد توان افغانستان استفاده کنه. بدون تردید فدراتیو روسیه بعد از اینکه از افغانستان برآمد و دوره گورباچوف شکست خورد، بوریس یلسن آمد و اشخاص دیگری آمدن، شوروی به کشورهای مختلف تقسیم شد و طی 20 سال که قبلا اگه بر قدرت بود حالت خاموشی به خود اختیار کرد. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به بدوف، روسیه حالا میخواهد در منطقه امریکا دیگر سیستم یک قطبی را ترویج نکنه، نقش عمده و سرنوشت‌ساز و کلیدی نداشته باشه و در قضاهای منطقه روسیه میخواهد ما شریک باشه، بخصوص در قضاهایی که در منطقه است. به باور من اون چرا که امروز وزارت خارجه افغانستان اظهار کرده، ما به این خاطر او را تقدیر میکنم، به این معنا که جنگ افغانستان همونطور که فرا منطقوی است، منطقوی است. روسیه، پاکستان، چین، ایران، هندستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، اینها کشورهای منطقه هستند. اجلاس از اینا در مسکو مشروط بر این که اخلال نشه و صادقانه باشه، میتونه نقش عمده و مهمی را در سرنوشت صلح بازی کنه. اگر پاکستان، اگر چین، اگر ایران، اگر کشورهای اوسیای میانه، شما میگید که اقدام حکومت افغانستان اقدام درست است؟ من عرض کردم که کشورهای در نقش آفرینی صلح، در نقش آفرینی صلح، رولی را که کشورهای منطقه همسایه های افغانستان بازی کرده میتونن، امریکایی ها نمیتونن. اما با دو تیتر بسیار مشخص رسانه های آمریکایی ما اشاره میکنم. صدای آمریکا نشته کرده که حکومت افغانستان در روابط خود با روسیه وضاحت داد و بیشتر تحلیل نشته کرده. نیویورک تایمز هم نشته کرده که صلح افغانستان نقطه نیرنگ در تشنج بین آمریکا و روسیه. ببینید، شما شاهد هستین که من در حدود دو هفته پیش تمیمی شما گفتم که افغانستان در اجلاس شرکت میکنه و روزی بود که شما رهبری میکردین جلسه را، گفتین که افغانستان، گفته معلوم نیست که ما اشتراک میکنیم. مجبوریت هایی که افغانستان در قضاهای بین‌المللی در اشتراک میکنه، اون چرا که شما میگین که امریکا خواسته بزرد داره، امریکا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم، وزیر خارجه امریکا به مسکو رسیده و پشت درهای بسته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، اون چیزی را که در اجندای مجلس روز جمعه در مسکو مطرح میشه به وزیر خارجه امریکا وضاحت میده و دور از امکان نیست اطلاعاتی که ما داریم که سفیر امریکا در روسیه به این جلسه اشتراک کنه. حالا ما این جلسه را نمیگیم که قضای منطقه را یک دم حل و فصل میکنه، ما نمیگیم که فردا صبح صلح را به افغانستان میاره، ولی نقش آفرینی کشورهای منطقه یک ضرورت است، یک ضرورت است کشورهای منطقه مشروط بر این که صادقانه عمل کرد باشه. و از طرف دیگه دنیا امروز میفهمه که امریکا در شرق میانه باخته، دیگر در سوریه و عراق جایگاهی خاصی را نداره، روسیه در سوریه دست بلندتری داره و همچنین دنیا و هم آگاه میدانن که امریکا در افغانستان دیگر اگر نباخته این جنگ را به تنهایی هم به منزل رسونده نمیتونه. حالا ختم جنگ افغانستان
به همکاری کشورهای منطقه و شمول فدراتیو روسیه، همکاری های اقتصادی و سیاسی به امنیتی امریکا و سایر کشورها ضرورت داره. باری مسئولیت افغانستان سنگین است. هیچ کشوری و هیچ شخصیتی به تنهایی به منزل رسوندن نمیتونه. سپاسگزارم آقای صافی. از شما هم میپرسم، اظهارات اخیر وزارت خارجه افغانستان مبنی بر این که از عملکرد روسیه و مسکو در پروسه صلح افغانستان و تلاش‌هایشان در مسئله صلح افغانستان قدردانی کرد، ای بر افغانستان در این موقعی که بیشتر اینجا یک تشنج و یک درگیری میان آمریکا و روسیه است پس از حملات راکتی که آمریکا بر سوریه انجام داد، برای ما بیشتر فرصت ایجاد میکنه و یا هم تهدیدات بیشتر میسازه و اینجا دیدگاه غرب هم در برای ما خراب میشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د میز ډیرو درنو ګډون کوونکو ته، همدارنګه ستاسو د ډیرو ښو لیدونکو او اوریدونکو لپاره زه باید ووایم چې افغانستان په ډیر یو اساسه مرحله کې قرار لري. که تاسو وګورئ د نړۍ ټول دغه معضلات چې د دې دوه بلاکو په مابین کې اوس بروز کړی دی، دا داسې یو شکل د یو بل سره تړلی دی چې د افغانستان لپاره په کار دا دی چې باید هڅه وکړي چې دغه جګړه د نورو ځایونو نه افغانستان ته راونه وړي او افغانستان کې د دوه ابر قدرتونو تقابل ایجاد نه کړي. که تاسو وګورئ دغه وضعیت ته، د ترامپ د ادارې هغه اصلي پالیسي یا د هغوی د کمپاینونو غټ ټکی همدا و چې دوی باید د روسانو سره خپل روابط ښه کړي، خو دلته خبره ناخداګاه برعکس کیږي. نو په همدې اساس باندې امریکایان هم نه غواړي چې د روسانو سره په ډیر جدي تقابل کې واقع شي. نو په دې خاطر چې د سوریې د کوم کار چې دی په سوریه کې وکړه، د دې لپاره چې دا ترمیم کړي دغه حالات، نو امریکایانو اوس روسیې ته سفر کړی دی او په همدغه شکل باندې د افغانستان نظر هم چې ډیر په جدیت سره تغییر وخوړه، دا هم داسې ښیي چې خب این تغییر نظر حکومت افغانستان او هم د افغانستان متحدینو ناشی از چی است؟ زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت لپاره دا په کار او دا بهترین یو په ځای اقدام و چې دا یې کړی دی، او د دې دلایل به دا وي چې هم د افغانستان متحدین ستراتیژیک ملګري اوس یو لږ څه بال د سوریې د حادثې نه غواړي چې د روسیې سره د تقابل نه راووزي، ځکه چې امریکا نن په ډیرو ځایونو کې په ډیرو نقطو کې بوخته ده او سرګردانه ده. دا نشي کولای چې د افغانستان موضوع هم یو بنبست ته ورسوي. زه فکر کوم چې هم روسیه او هم امریکایان په دې یعنی شما میگین که موضوع حکومت افغانستان در برابر روسیه موضوع بجا است؟ زه فکر کوم چې دا بالکل یو په ځای موضوع ده، اما نگران این هم نیستین که یک بدبینی را در نیروهای غربی هم نسبت به ما ایجاد بکنه؟ غربیانو ته هم دا معلومه ده چې د صلح د افغانستان مسأله د صلح نه پرته حل کیدونکې نه ده. تاسو وګورئ د طالبانو پر رسمیت شناخت پیژندل او طالبانو ته د رشد ورکول هم د امریکایانو کارو، قطر کې دفتر وازول، د قطر کې حتی د هغوی بیرغ وچتول، دا ټول د امریکایانو هڅې وې چې امریکایانو وکړلې او د ناټو هڅې وې. نو زه فکر کوم چې ناټو جمع امریکایان افغانستان په دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د افغانستان د معضلې حل د جنگ لاره نه ده. جنگ تداوم نه زموږ په ګټه ده او نه زموږ د ګاونډیانو په ګټه ده. که تاسو وګورئ دغه سټرکچر چې نن د جلسې لپاره جوړ شوی دی په مسکو کې، 12 هیوادونه د امریکا نه پرته نور هغه هیوادونه دي چې د دغه جګړې نه کیدای شي چې تهدید ورته متوجه شي. 15 د آسیای میانه هیوادونه، چین، روس، ایران او هند، دا هغه هیوادونه دي چې د دې افغانستان د کرکټ سره تقریبا مستقیمه اړیکه لري. نو دا نه تنها ده، دغه ناسته دوه هدف دوه پیام ورکوي. یو پیام دا چې د افغانستان د لانجې لپاره باید یو سوله ییزه سیاسي حل لاره پیدا شي. دومه دا ده که چیرې د افغانستان لانجه اوږدیږي، باید دا ټول هیوادونه چې دلته په دې جلسه کې دي، دوی باید په دې پوه شي چې دا تنها د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا د همدغه سیمو هیوادونو لپاره د ټولو خطرناک تهدید دی او دا تهدید به زی دوی سیمو ته. نو په دې خاطر دا دوه هدفه که چیرې په صادقانه دنبال شي او د افغانستان حکومت هم او ډیر عاقلانه او
او د تعقل سره سم یو ډیپلوماسي په کار بوزي، نو زه فکر کوم چې دا جنگ به د تقابل نه د دوو قدرتونو نه راوځي او د جنگ ته داوم تقابل ته زی، د جنگ تقابل بیا افغانستان هیواد دیس یو حالت ته ورسی چې بیا به د لار د حل نه وي. اوس موږ په دیس یو مازلک یو مرحله کې قرار لرو چې د جنگ د افغانستان مازله د سولې لپاره یو بخش اشتباه هم تلقی شوه. اگر ما به این پیمانه به روابط ما با روسیه خوشبین باشیم، کلانترین نگرانی در مورد روسیه و آمریکا تقابل دو کشور است، چیزی را که نیویورک تایمز هم با خیلی وضاحت نوشته کرده که مسئله صلح افغانستان تشنج، موضوع تشنج آمیز و یا هم نیرنگ، نقطه نیرنگ آمیز بین روسیه و آمریکا. این مسئله بیشتر مسئله خیلی مغلق است که حکومت افغانستان مبادا با یک جنجال کلان بره. دری خود دلیلونه وجود لري چې د دې خطر نه مونږ بچستو پم د اوسنی حالت کې. یو دا چې د امریکا د نوې ادارې پالیسی دا نه ده چې دوی په ملکونو کې سیاسي تحول لپاره زیاته سرمایه گذاری وکړي. هغه زیات وایي چې امریکا از د فرست، امریکا لپاره دی مهم اهمیت ورکوي. دوهمه دا خبره ده چې د امریکایان په خپل اندانن د دوی ناسته د پړیر اشد او اشد ډیپلوماټان د دوی نن د بندو دروازو شاته بحث کوي، او دا هم معلومه نه ده چې دوی خپل شرکت کوي کنه کوي. ډیر امکانات شته دی اتیا فیصد لکه چې سیدی صاحب ویل د اشتراک وکړي. درېمه موضوع دا ده چې د سیمه یعنی هیوادونه دې ته اوس متوجه شوي دي چې د افغانستان تهدید د سیمه تهدید، د افغانستان مازله د سیمه مازله ده، او نړیوال قدرتونه امریکا او روس دوی هم په دې باندې باور لري چې د افغانستان مازله یوازینی لاره د حل، سیاسي لاره د حل ده، د صلح لاره نه، د جنگ لاره نه. افغانستان حکومت هم واضح ویل چې د طالبان ته پیغام و چې موږ د جنگ لاره، تاسو د جنگ لاره کامیابیدای نشي، هم دغه سي د افغانستان حکومت هم د جنگ لاره کامیابیدای نشي. از دید شما بیشتر ما به طرف کدام وضعیت میریم با توجه به اوجگیری اختلافات بین آمریکا و روسیه و خوشبینی ما نسبت به نقش روسیه در پروسه صلح، با توجه به اینکه بزرگترین ابهامات در نقش روسیه در مسئله صلح افغانستان مطرح است؟ کلانترین پرسش ها در مورد این که روسیه خاطر چی از طالبان حمایت میکنه، به چی دلیل طالبان را بیشتر پشتوانی سیاسی میده، این هم کلانترین پرسش است. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی، جناب استاد سعیدی و جناب والی سعید و بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم که ما تا زمانی که نگرانی های روسیه را به درستی درک نکنیم، نمیتونیم تحولاتی را که در افغانستان در حال حاضر به خصوص در حوزه رقابت روسیه و آمریکا میتونه مورد توجه قرار بگیره، او را مورد کالبد شکافی قرار بدیم. روسیه سه تا نگرانی داره. یکی نگرانیش از حضور داعش در افغانستان هست و نفوذ این گروه به داخل آسیای میانه و پیرامون روسیه. دوم پایگاه های نظامی آمریکا که در افغانستان وجود داره، و سوم مسئله مواد مخدر. بنابراین با حضور ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی آمریکا، هر سه تا از این تهدید همچنان برای روسیه میتونه قابل طرح باشه. بنابراین طرحی را که در حال حاضر مسکو تلاش میکنه در راستای صلح مورد توجه قرار بده، بیشتر ناشی از این سه نگرانی میباشه و حمایتی روسیه یا تماس روسیه با طالبان دقیقاً با توجه به این سه مؤلفه میتونه قابل طرح باشه. بنابراین من فکر میکنم که رقابت روسیه و آمریکا به عنوان یک واقعیت در حال حاضر در حوزه افغانستان میتونه قابل طرح باشه و حتی احتمال وجود داره که ما شاهد انتقال زمین بازی از سوریه به افغانستان باشیم. یعنی این احتمال شما میبینید؟ بدون شک. ببینید، عملا پرونده سوریه و عراق در حال ختم شدن هست. داعش دیگه در عراق جای پای نداره و در سوریه هم دیر یا زود به یک نقطه پایانی خود خواهد رسید. هرچند راکت های که امریکایی ها در سوریه شلیک کرد تا حدودی رمقی برای داعش بخشید، اما باور من است که دیگه داعش به تدریج به یک نقطه پایانی خود نزدیک میشه در کل خاورمیانه، به خصوص در حوزه عراق و سوریه. بنابراین
نقطه جدید در واقع بازی من فکر میکنم حوزه افغانستان است. به این دلیل است که روس ها در حوزه افغانستان فعال شده، چون این نگرانی وجود داره که گروه داعش توسط حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وارد حوزه افغانستان شود و از این طریق بتانه پروژه‌ای در واقع نفوذ به طرف آسیای میانه را در دستور کار خود قرار بده. و اقدام حکومت افغانستان رو شما چی بررسی میکنید؟ من فکر میکنم که حکومت افغانستان دیدگاهی را که نسبت به روسیه در حال حاضر ابراز کرده و در واقع تصریح کرده که سندی وجود نداره که روس‌ها در واقع بخواید از یک گروهی در افغانستان حمایت کنه که امنیت ملی افغانستان را با چالش روبرو بسازه، یک نقطه مهم و مثبت میباشه. ما در واقع باید درک بکنیم که بدون همکاری های منطقه‌ای به خصوص قدرت های مثل روسیه، چین، ایران، افغانستان هرگز به ثبات و صلح دست پیدا نمیکنه و استراتژی جنگی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان عملا با بن‌بست روبرو شده. از این نظر به هر میزانی که حمایت روسیه و کشورهای مانند روسیه در افغانستان جلب شود و در واقع فضای بی‌اعتمادی به فضای اعتماد جای خود تبدیل بکنه، ما میتونیم هم در واقع در مبارزه با تروریست‌ها یک چشم‌انداز روشن‌تری را مشاهده بکنیم و هم افغانستان خود از انزوای منطقه‌ای به تدریج میتونه نجات بده، چون در صورتی که قدرت‌های منطقه با افغانستان همکاری نداشته باشه یه احتمال وجود داره که افغانستان در انزوای منطقه‌ای قرار بگیره. آقای سیدی، در مورد نشست مسکو با توجه به اینکه شما گفتین که احتمال این میره که آمریکایی‌ها هم پس از دیدار دو وزیر خارجه مسکو و آمریکا در این نشست شرکت بکنه، حکومت افغانستان هم شرکت میکنه، اما در مورد نقش نشست مسکو در پروسه صلح شما به باور هستین که این نشست بتونه که تاثیر مثبت در پروسه صلح افغانستان رونما بکنه؟ ببینین، وزیر خارجه آمریکا که امروز به مسکو اومده، وزیر خارجه در این نشست شرکت نمیکنه، غلط فهمی نشه. این نشست در ساعت وزیرای خارجه نیست، در سطح پایین‌تر است، در سطح معین و در سطح رئیس است. اما مسکو اون چی که در پشت دروازه‌های دیپلماتیک گفته شده، مسکو چون آمریکا از اجندای این مجلس تشویش داره و آگاه نیست، مسکو وضاحت میده که ما در این جلسه چی میگیم چی بس میکنیم، علیه شما علیه منافع شما نیست. و دوم، وزیر خارجه آمریکا میخواهد حمله ای را که در سوریه کرده به یک نحوی ترمیم کنه به خاطر روابط روسیه، که این تشنج شما به سوال شما میام. به باور من افغانستان کاری خوب میکنه، در جلسه اشتراک میکنه. دست اندر کاران سیاست خارجی افغانستان و رئیس جمهور باید بسیار تلاش کنند که بازیگری تشدید رقابت های منطقه و فرامنطقه نباشند. نه، یکی شرکت افغانستان از آقای سیدی که مفاضش میگم خب درست است که چی است، اما یکی اظهار نظر خیلی خوشبینانه در مورد نقش روسیه در افغانستان. من نقطه به نقطه کوتاه عرض میکنم. در قدم اول افغانستان در حال حاضر ضرورت داره که بازیگر تشدید رقابت ها نباشه، بلکه بازیگر تحکیم رقابت ها باشه. این به نفع افغانستان. دوم، شما مجبوریت های افغانستان را هم درک کنید. اینجا دو روز یا سه روز بعد 100 روز از حکومت آقای ترامپ میگذاره. آقای ترامپ در مورد افغانستان و در جهان کدام سیاستی واضحی داره؟ کی میدانه؟ کی میدانه که آقای ترامپ فردا در افغانستان چی میکنه؟ وقتی که سیاست یک رئیس جمهوری که ما با او قرارداد امنیتی و استراتژیک داریم هنوز واضح نیست که با ما هست یا نیست، طوری که جناب والی صاحب گفتن، او میگه آمریکا، ما آمریکا را میخواهیم، دیگه فرعی است. بنان در همچه حالتی باید افغانستان، روسیه، پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه و هند با خود داشت. چرا؟ خطر یه وجود داره. آمریکا درک میکنه که همین کشورهایی که نام گرفتم، چین و روسیه و هند و اینا اکثریت عضو شانگهای هستن و گفته میشه که اینا تلاش میکنن که پیمان شانگهای بالاخره به یک پیمان نظامی که جایگاهی وارسا رو پره کنه، جایگاه وارسا رو به آمریکایی رو درک کنه. ما حالا میایم بعد دیگه شما ببینین، ما نشست های چهار جانبه رو تجربه کردیم، نشست قطر رو تجربه کردیم، نشست های افغانستان رو تجربه کردیم، نشست های اسلام آباد رو تجربه کردیم، دستاوردی نداشتیم. چی عیبی داره که یک تجربه از نشست مسکو بکنیم؟ اگر دستاورد داشت چی توانی داره؟ افتخار است. اگه دستاورد نداشت چقدر پولای ما مصرف میشه ده این نشست؟ نه، در مورد آقای سیدی، خب کلانتر این پرسش در مورد نقش روسیه در مسئله افغانستان است.
شما فکر میکنید که روس ها نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان بازی بکنند؟ من میگم روس ها بله مجبوریت هایی که دارن میکنن. دلیل یک، روس ها از حضور فعال داعش به خاطر کشورهای آسیای میانه ترس دارن، چین ترس داره، ایران ترس داره، هند ترس داره. چی میگم؟ کشورهای آسیای میانه در سایه مغناطیسی روسیه هستند. روسیه مجبور است از منافع از اونها دفاع کنه. بنابراین اگر صلح در افغانستان حکم فرما شوه بدون شک از جنجال کشورهای آسیای میانه روسیه کنار میره، نفس به راحت میکشه. دوم، روسیه میخواد بعد از این منحیث یک ابرقدرت بازی کنه. حداقل اگه منافعی در افریقا و در اروپا نمیتونه به جای بیاره، حداقل در کشورهای منطقه منافعی داشته باشه. بازی سیاست تعریف اصلیش منافع است. روسیه بعد از این سکو 10000 کلشینکوف روسیه به کابل به تو داد، چی خاطر داد؟ به خاطر اینکه نقش بازی کنه. روسیه میخواد سرمایه گذاری که در افغانستان، به خاطر اینکه نقش بازی کنه. بازم یک بار دیگر تکرار میکنم، عمده ترین تشویش روسیه از ناامنی افغانستان به خاطر حضور نیروهای مخالف روسیه در آسیای میانه است. تشویش روسیه از خاطر تقویه مواد مخدر است. تشویش روسیه ای است که بالاخره این برای آسمانی دهانگیری روس‌ها تشویش داره و یا هم روس‌ها در پی کنترل نفوذ غرب در این جغرافیا است. دو پهلو داره هر بازی و هر سیاست. روس‌ها از حضور داعش تشویش داره، میگوید که داعش شاید به پشت داعش نیروهای غربی باشه و اینا رو به روسیه بیارن. بعد جلوگیریش یک. دوم، هیچ کشوری به شمول روسیه بی علاقه نیست که در قضای بین الملل نقش بازی کنه. بله علاقه داره، من علاقه دارم، تو علاقه داری. اگر روسیه بتونه پیام‌آور صلح در افغانستان، چقدر به اصطلاح دینی مردم دعا خواهد کرد. اگر روسیه بتواند دو روز بعد در جلسه مسکو یک فیصلش طالب بگوید که ما دیگه جنگ نمی‌کنیم، امریکا خونه تانست، پاکستان خونه تانست، چین خونه تانست. بازم چیزی که من بسیار تکرار میکنم سر شما ای بگید، من بر شما میگم که همه کشورها، 12 کشور که من نام گرفتم که چین است، افغانستان است، ایران است، هند است، روسیه است، پاکستان است، تاجیکستان است، ازبکستان است، قرقیزستان است، ترکمنستان است، آذربایجان است، همین ها اینا خو برادر اینا خو عادی نیستن. اینا میتونن خیلی نقش بازی کنن، خیلی نقش بازی کنن. هرچند آقای سعیدی هم اشاره کرد که روس ها مجبوریت های دارد تا نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان بازی بکنند، اما از دید شما واقعا روس ها به این پیمانه مجبوریت های دارد که نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان بازی بکنند؟ اول خویی که واقعا نیت روسیه مسئله صلح است و یا هم تشدید رقابت و دنبال کردن رقابت با نیروی غرب و ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان؟ گوری که چیره مونگ دغه دی روس او دی امریکا دوارو سیاستونه او دو هغی مخه لکس تحلیل کو، سیاسی تصویر داسې خیه چه دی روسانو په دی که گرده ده چه افغانستان کې او باثباته او اقتصادی د اقتصادي پلاوه غختلی یو نظام وي، ځکه چې اوس نړۍ کوشش کوي، هڅه کوي چې په هر ځای کې خپل متحدین او د اقتصادي پلاوه یو بلاک جوړ شي. که تاسې وګورئ اوس که افغانستان کې د جنگ تداوم پیدا کی، هیڅ کله روسیه نشي کولای چې د امریکا په مقابل کې یو ښه موافقه بلاک تشکیل کی. دوی د شانګای هڅې چې تر اوسه پورې روانې دي، علت د ناکامۍ د افغانستان وضعیت دی، ځکه چې د افغانستان مسئله هر ورځ د دوی لپاره یو تهدید دی، هر ورځ د دوی لپاره یو ترس دی، یو وهغه دی. که چیرته افغانستان کې یو باثباته نظام وي، د امریکایانو په نقص دی، ځکه چې امریکایان به بیا نور دا ایډیا دلته نه لري، ځکه چې افغانستان به پخپله په یو اقتصادي څلور لارې تبدیله شي او دومره پیسې او دومره امکانات به لري چې د امریکایانو امکانات ته بیا اړتیا ونه لري. دوی به بیا پخپله دلته شاید مشترک یو کرنسي ولري، دوی به یو بلاک وي د اتحادیې اروپا غوندې یا د امریکا متحده ایالاتو غوندې. نو امریکا د دې نه په یره کې ده چې سبا داسې نه شي چې دغه ملکونه چې د یو ډیر ستر اقتصادي پوتنشال سره وجود لري او تر اوسه یې لاس نه دی خوړلی، نه شي چې دوی په یو ابرقدرت باندې تبدیل شي. نو ځکه دوی په داسې یو ځای کې موقعیت نیولی دی چې یو خوا یې ایران دی چې په ډیر په سرعت په مخ روان دی، بل خوا یې چین دی چې په سرعت په مخ روان دی، او بل خوا یې روسیه ده.
اوس رازو تقابل ته ګوري دوه خطرونه موږ لپاره متوجه دي. یو خطر دا دی چې کچیرته د سوریه د عراق او د یوکراین او د دې مسلې ډیر داغ شي نو کېدای شي روسان یو کاونټر اکشن یا کاونټر اټاک چې مقابله حمله په افغانستان کې وکړي، ځکه چې افغانستان کې دوی روسانو ډیره ښه بنیادګذاري کړې ده. بنیادګذاري دا چې د افغانستان څلور خواته هغه مهم ستراتیژیک همسایګان چې دي هغه دې په خپل اجماع کې یا په خپل ستراتیژیک ملګرتیا کې راوستي دي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې که چیرې داعش امریکایان مخکې راولي یا بله ګروه د دې 22 یا 20 ګروه نه هر څوک دوی مخې ته راولي، نو امریکایان به دوی ته څه رقم یو لوجستیکي سپورټ ورکوي. دا اوس امریکایان صرف د پاکستان د هوایی دالیز نه استفاده کوي، د افغانستان د پاکستان د ځمکني دالیز نه استفاده کوي. که چیرته پاکستان دا پې بند کړي، د ایران نه نشي راتلی، د روسیې نه به نشي راتللی، د چین نه به نشي، نو دلته کې به افغانستان څنګه کولی شي چې د امریکا مرستې لاسته راوړي؟ نو زموږ هیره نگرانی دا ده چې که چیرته د افغانستان حکومت د روسانو تشاوړی او خپل ملګرتیا نور هم د امریکایانو سره ټینګه کی په دې کې مونږ ناکام یو. او قوی نظری به عنوان نگرانی مطرح کرد که مبادا انتقال میدان بازی جنگ از سوریه به افغانستان باشه. ګوري دا انتقال که امریکایانو کی دا به احمقانه وي. دا انتقال به کوي روسان به کوي، ځکه چې روسان دلته د امریکایانو نه بر لاس لري، یعنی د دوی لاس اوچت دی، ځکه چې امریکایان توانیدلی روسان توانیدلی دي چې دغه څلور مملکتونه چې د افغانستان شاوخوا جغرافیه ورسره ده د دې دای په لاس کې ده. نو دوی کولی شي که دوی هوایی دهلیز او ځمکنی دهلیز په امریکایانو بند کړي، دا جنګ خو لوجستیک غواړي، دا خو په لوجستیک مخکې ځي، نو بیا امریکایان مجبور دي چې د افغانستان نه ووځي، نوره لاره نه لري افغانستان لپاره. نو په دې خاطر شما نگران از این نیستین که فکر نکنم چې دومره احمق وي چې دا جنگ دلته راوړي. نه، شما نگران از این نیستین که وزیر رقابت روسیه با امریکا با پیمانه سوریه و برخی کشورهای دیگر وسط پیدا کنه؟ د امریکایانو لپاره ګرانه ده، خو روسانو لپاره په دې ګرانه ده چې که چیرته روسان هم دلته تشنج ته لمن وهي نقص خپل ځان ته. تاسو وګورئ دغه 15 منځنۍ اسیا هیوادونه چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان او قزاقستان چې شرکت کوي، دا هغه هیوادونه دي چې دی شل کاله کېږي د مستبدو حکومتونو لخوا نه اداره کېږي، او هغه هیوادونه کې د تروریزم یوه جرقه کافي ده. که یو جرقه وشي نو هلته ګډوډي راځي، او د هغې ګډوډي بیا روسیا هم خرابوي. تاسې په روسیې کې چې دا حادثې کېږي، دا د ازبکستانو د قرغستانو د خلکو اتباع دي ګوره. نو په دې خاطر روسیه هم دې موضوع ته متوجه ده. دا د افغانستان مسئله تر ټولو خطرناکه، او امریکایان چې دلته غلی غلی لمنه وهي، دا هم دې لپاره دي چې روسان خراب کړي، چینایان خراب کړي. نو او دوی هم په دې باندې پوهیږي. د افغانستان بیا هم وایم، یو باثبات افغانستان دا د روسانو لپاره، د چینایانو لپاره، د ایرانیانو لپاره، هندیانو لپاره یوه اقتصادي څلور لارې ده. دوی لپاره منفعت لري، نقص نه لري. خو د امریکایانو لپاره چې په زرهاو کیلومتر د افغانستان نه لري دي، د دوی لپاره نقص. تشکر آقای نظری. در مورد اقدامات روس‌ها در پروسه صلح افغانستان انجام میده، شما از یک نگرانی کلان اشاره کردین که اون نگرانی در نتیجه به بنبست رسیدن این دو کشور از افغانستان، یعنی زمانی که این دو کشور به بنبست برسند در رقابت، آنچه که شما گفتین که مبادا انتقال میدان بازی جنگ از سوریه به افغانستان. اما آمدیم در پروسه صلح افغانستان، فکر میکنید که نشست مسکو با توجه به حاکمیتی را که روس‌ها بر طالبان داره و بیشتر تسلطی را که روس‌ها از تریبیون های مختلف مطرح میشه که به چه پیمانی روس‌ها میتونه که طالبان را مدیریت بکنه، فکر میکنید که روس‌ها به او پیمانه قوی باشه تا طالبان را بیاید به میز مذاکره بنشانه و این پروسه را به مسیر مثبتش سوق بده؟ من فکر میکنم که روسیه در حال حاضر این اراده را نداره که طالبان را وارد روند صلح بسازه. ببینید، غرب یا آمریکا و روسیه در دو تا پرونده زور آزمایی کرده، یکی پرونده اوکراین، دوم پرونده سوریه، و غرب و آمریکا در هر دو پرونده بازی را واگذار کرده به روسیه. حوزه سوم حوزه افغانستان است. بنابراین روسیه تا زمانی که مطمئن نشود که داعش دیگر در افغانستان کاملا از بین رفته و از طریق افغانستان منافع ملی و امنیت ملی روسیه با چالش روبرو نمیشه،
روزها تماس خود با طالبان همچنان حفظ خواهد کرد و در واقع وارد یک روند صلح نخواهد شد که این صلح در نهایت نقش روسیه را به رسمیت نشناسد، چون هنوز قرائن و شواهد نشان نمی‌دهد که آمریکایی‌ها در تحولات افغانستان نقش روسیه و سایر کشورهای منطقه را به رسمیت بشناسند، بلکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تسلط خود را بر ساختارهای سیاست و قدرت در افغانستان همچنان تداوم ببخشد. با توجه به این روند روس‌ها با توجه به مجاورتی که با افغانستان دارند و نگرانی که از ناحیه افغانستان داره هرگز حاضر نخواهد شد که بدون اینکه مطمئن شود که منافع ایشان در این حوزه تامین میشه در واقع طالبان را وارد روند صلح بکنه که هنوز دورنمای سهم روسیه در این حوزه هیچ روشن نیست. در مورد اظهارات آقای نظری کرد که روس‌ها تا کنون اراده برای از این ندارد تا طالبان را با میز مذاکره بشونه و یا هم قناعت بده که به پروسه صلح افغانستان کمک بکنه، در حالی که شما گفتین که اگر روس‌ها این کار را بتونه به عنوان یک دستاورد کلان است، چیزی که آمریکایی‌ها نتونست و دیگر کشور نتونست. باور دارم و شنیدم که میگوین روس‌ها با طالبان رابطه داره، با طالبان صلح محمد داده. عرض میکنم به یقین روس‌ها از نگاه ایدئولوژی و باورهای دینی با طالبان نیست، روس است اندیشه طالب به فندیمنتالیسم مردود میدانن، اما باوری می است که رابطه از اینا با طالب ها به خاطر زدن داعش است. تشویشی که روس ها از داعش دارن طالب وسیله میدانن، حداقل به طور نسبی به سرکوب داعش. یک دو، شما میدونید که در تمام قضاهای بین المللی روسیه میخواد که نقش بازی کنه. اگر کسی به یک گروه مخالفی که طالب باشه یا دیگری حداقل رابطه و سلام علیکی نداشته باشه، چطور میتونه او را سر میز مذاکره بیاره؟ یک گپی که من میخوام به میمیز شما بگویم، من یک چند روز پیش از قماندان پلیسی چی شنیدم ارزگان که ما روسا رو دیدیم اینجا آمدن صلاح توجیه کردن و دکترها بود و روسا آمدن. اول اگر روسیه به طالبان روابط داره صلاح توجیه کنه، چرا در تخار نکنه، چرا بدرشان نکنه، چرا در قندوز نکنه، چرا در میمنه نکنه، میره به ارزگان. این یک گپ بسیار بیمنا و میانتهیه. من امی روز گذشته یکی از دیپلمات‌های روسیه رو دیدم، ما از سابق می‌شناسیم. من گفتم به شما میگن که شما طالبان صلاح دادید. خنده کرد، بله راست است. من گفتم چطور؟ گفت که ما 10000 میل کلاشینکوف به حکومت افغانستان دادیم، یک مقدار سلام مهمات دیگر هم دادیم، این 10000 نمره داره. ما به حکومت افغانستان که توضیح کردیم، یک هفته بعد حکومت افغانستان هیرا به قطعات خود تقسیم کرد. اطلاعاتی که ما داریم از توسط اردو پلیس و امنیت از اضافه تر از 1000-2000 میل از همین سلاح های ما به دست دشمن افتاده، به دست دشمن افتاده. بله کلاشینکوف روسیه میگه گریسمند است. بله گفت گه بود خنده کرد، گفت گریسمند است که از اردو شما گرفته، از پولی شما گرفته، از پولی شما گرفته. ما سرحدی که به افغانستان، او یک گپ دیگه گفت، امریکایی ها فضای افغانستان کنترل میکنن. این راست میگه آقای بابا گه میتونه پولیس گفت روسیه چطور میتونه که از فضایی که به دست امریکایی‌ها که نقطه را میفهمن روسیه تیاره سلاح را میاره توضیح میکنه، گفت بینی روسیه را میپرانند که بوده بکنه امریکایی‌ها. حتی دور زدن روس‌ها در چهار بغل افغانستان، مثلا دیدارشان از منطقه مرزی افغانستان با پاکستان وزیرستان، حتی یک گپی را بسیار جدی گفت، گفت که میدونی ملا منصور چی خاطر کشته شد؟ که گفته میشد که به ایران سفری کرده و شاید با روسیه رابطه بگیره، امریکا کشتنش. هر کسی که بفهمن که رابطه میگیره میکشن. نه، اگر آقای سیدی، اگر نیت روس‌ها در مورد صلح افغانستان نیت صادقانه است و واقعا اراده دارند، پس مانورای خیلی سوال برانگیز روس‌ها در چهار بغل افغانستان به ویژه رفتن جنرالای روسی به وزیرستان شمالی به چی معنا؟ ببینید، میگه که جنرالای روسی رفته، من شخصا همچو اسنادی تصویر، نه این اعلامیه اردوی پاکستان بود که نشر شد، تصویر هم نشر شد. من میگم که روسی او رو مردود کرد، گفت ما نکرده میکنه، ولی بسیار من نمیگم که نرفته باشن، میره نمیگم، ولی همچو چیزا اسناد کار داره. بعدا در سیاست بعض ایجنتوری ها، بعض کارهای استخباراتی در بین کشور هست. من خلاصه میگم که روسیه عاشق افغانستان نیست، عاشق نیست که به افغانستان همه چیز بشه، اما روسیه میدانه که اگر توریسم در از آسیای میانه به افغانستان میآید، به کشورهای آسیای میانه ضررش توانش به ما میرسه، به کشورهای آسیای میانه میرسه. روسیه آوردن جنگ در صدرات خود طرفدار نیست. امریکا هم جناب سوویس گفتن
امریکا هم مال توان ازیر نداره که تمام داعشی ها رو پشت کنه بیاره بیچی. داعشی که شما میخواین در جلابات کنن نمی، مردمی طالب است، خرچش کم شده، لنگی خود تغییر داده، لباس خود تغییر داده، داعش گفته. همین داعشی که از کشورهای عربی آمده باشه، صفوفی داشته باشه، کجای افغانستان؟ و بدبختانه به شمول امریکایی ها، به شمول نیروهای ما و شما در داخل افغانستان، در داعش و افغانستان خیلی بزرگ نمایی میشه. بسیار بزرگ نمایی میشه که لکا و میلیونا، فقط یک چند نفری محدودی هست میشه. خب خلاصه ای گفت این است که ما باید انتظار بکشیم و امیدوار باشیم. من امی گپ خلاصه می است که هر کشوری به شمول روسیه، امریکا، اروپا، کوچکترین روزنه ای را که در راه صلح افغانستان از هر زاویه ای که به ما آورده میتونن ما باید لبیک بگیم و هیچ نوع تضادی به خاطر آورده ها. اگر این جلسه را روسیه میگرفت که بیان که جلسه کنیم که چطور در افغانستان جنگ دامن بزنیم، چطور لشکرکشی کنیم، مربوط بود. میگه که به این میز میشینیم صلح باز دوم چی فایده داره؟ حداقل همین رئیس هیئت افغانی که میره همین دیدگاه پاکستان رو خمینجو واضح میفهمه که چی میگه، دیدگاه چینی خو میفهمه، دیدگاه روسیه رو خو میفهمه، دیدگاه هند و ایران رو خو میفهمه، چی عیبی داره؟ تشکر. آقای صافی، خب در مورد نقش سوریه باز هم کلانترین پرسش ها است. این پرسش ها را هم نگرانی مقامات آمریکایی هم نقش روسیه. این پرسش ها را بیشتر نگرانی مقامات آمریکایی هم برجسته می سازه. اظهارات قماندان قوای مرکزی آمریکا جنرال جوزف گفته بود که روسیه سعی داره یک طرف با نفوذ دنیا باشه، یعنی یک بخشی از بازی دنیا رو بدست داشته باشه. اگر واقعا روسیه در پی از این باشه که بازیگر یک طرف دنیا باشه و با آمریکا بازی را 50-50 بازی بکنه مسئله دنیا را، در مورد افغانستان هم کلانترین پرسش ها مطرح میشه و این پرسش ها برمیگرده به نقش روسیه در پروسه صلح افغانستان، نقش تحرکات اخیر روسیه در مسئله افغانستان و نشست را که اخیرا برگزار میکنه و نگرانی های دیگری که هست. په نظام که دست یو معقوله ده وی چه هغه وقت عمله کولای شي تر څو چې ستا دفاع قوی وي. هر هغه بازی که چه بازیگران ګډون کوي هغه باید خپل په هغه محوطه باندې اول خه کنټرول ولري. افغانستان داس یو جغرافیه ده چې د روسیې لپاره یو دروازه ثابتېدلی شي. هر لحظه کې روسیه د دیغې منطقې نه تاوان لیدلی شي. نو که هر نوع بازی که روسیه ګډون کوي په کار ده چې د افغانستان له ناحیې نه اول د ایزان بیغمه کی. ما چې کوم غټو بین المللي میډیاو کې ګډون کړی او هلته کې د روسانو رسمي د استخباراتو غړي هم په هغې ډیبیټ یا بحثونو کې ګډون درلوده، داسې مې پیدا کړه چې روسان په دې هڅه کې دي چې د هند او پاکستان معضله حل کړي او بیا د افغانستان او د هند او پاکستان دا درې معضلې حل کړي تر څو دوی وتوانېږي چې په دغه سیمه کې یو اقتصادي بلاک رامنځته کړي. ځکه که دا اوسنی د نړۍ جنګ تاسې تحلیل کوي دا یو اقتصادي جنګ دی، د اقتصاد پر بنا باندې. د روس امریکایانو تیوریانې دي چې په جنګ کې اقتصاد دی، په جنګ کې پرمختګ دی. نو دوی هڅه کوي، تاسې که د افریقا موډل ته وګورئ، افریقا ته په نړۍ کې تر ټولو اصل خیزه او تر ټولو د زیاتو پوتنشلو اقتصادي پوتنشلونو لرونکې ده، خو مګر په افریقا کې خلک د ولګې مري. هر منطقه د الماسو فرانسویانو نیولې ده، د قیمتي ډبرو امریکایانو نیولې ده. دوی ټول دا په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، هغوی د خوراک ډوډۍ نه لري. د امریکایانو هڅه همدا ده چې که چیرې د افریقا معدنونه زیربناوې ختمیږي، ځکه چې دوی خو اوس امپراتوري چور په هغې باندې شروع کړی دی، دا چې ختمیږي نو موږ باید آسیا یو ګډ وډ نظام ولرو او دلته کې په آسیا کې بیا موږ همدا خپلې اقتصادي موخې ولټو. خو که چیرته دوی د افغانستان معضله که حلیږي، نو افغانستان د دې آسیا زړه دی، نو بیا افغانستان کېدای شي چې په یو اقتصادي میدان بدل شي او روسیه به په دې کې طبعاً چې مهم لوبغاړی وي او یو ډېره ګټه به دوی ته رسیږي، ځکه چې زیات
اقتصادی قوت لري. نو په دې خاطر باندې د روسانو هڅې د روسانو نیت زمونږ لپاره ډیر د فکر وړ دی او د همکاري وړ دی نسبت د امریکایانو نه. درسته ده چې امریکایان یو با امکاناته استراتیژیک ملګری دی زمونږ اوسني حالت کې زمونږ اقتصاد زمونږ هر څه د دوی په همکاریو باندې ولاړ دي. ولې خو په دا مه هیروئ چې په هوږد مهال کې دا مونږ ته موثره نه ثابتیږي. آقای نظری، شما گفتین که روس‌ها اراده نداره که در وضعیت موجود طالبا رو به میز مذاکره بشونه و مسیر مشخص برای صلح افغانستان ترسیم بکنه، اما دو میمان ما خوشبینی های خیلی زیادتر از نقش روسیه در افغانستان مطرح میکنه و دلایل را هم مطرح کرد، چون ثبات در افغانستان به معنای ثبات در روسیه و کشورهای مشترک المنافعش است. ببینید، ثبات افغانستان در حال حاضر بیشتر گره خورده به سیاست منطقه ایالات متحده آمریکا. در افغانستان بازیگر اصلی ایالات متحده آمریکا هست که متهم به ایجاد ناامنی در دیدگاه روسیه، حتی چین و ایران می باشد. بنابراین یک بحث برمیگرده به نوع تماسی که وجود داره یا مذاکراتی که بین روس‌ها و طالبان وجود داره. این مذاکرات و این تماس‌ها طی 1.5 دهه گذشته بین آمریکا و طالبان هم وجود داشته. بنابراین این تماس ها به باور من نمیتونه در واقع یک نوع فرایند جدی و جدید را در دگردسی تحولات افغانستان به منزله ظهور برسانه. پس اگر آمریکا حق داره با طالبان تماس داشته باشه، مذاکره بکنه، به نظر من روسیه هم به عنوان یک قدرت تاثیرگذار میتونه این حق داشته باشه. بحث دیگه که من فکر میکنم بسیار مهم میباشن روابط روسیه و پاکستان هست. ببینید، روابط روسیه و پاکستان یک روابط کاملا تاکتیکی هست، نه استراتژیک. هم روسیه خواستار این هست که از طریق کشاندن پاکستان به اردوگاه خود فشار غرب بر خود کاهش بده و در واقع خواستار رفع تحریم های اقتصادی غرب باشه، و هم پاکستان تلاش میکنه که از طریق این نمایش غربی ها و خصوص آمریکایی ها را وادار بسازه که بار دیگر کمک های خود به پاکستان سرازیر بکنه. بنابراین هنوز به صورت استراتژیک و راهبردی روابط پاکستان و روسیه شکل نگرفته که یک دیدگاه مشخصی در ارتباط با صلح افغانستان بتونه مورد توجه قرار بگیره. اما نکته آخری که من میخوام اشاره کنم است که برمیگرده به نوع دیدگاه حکومت افغانستان. به باور من حکومت افغانستان در این اجلاس اگر شرکت میکنه کاملا به نفع است، چون هر قدمی که برای صلح برداشته میشه به نفع افغانستان است و افغانستان باید سیاست بی‌طرفی فعال ده در رقابت روسیه و آمریکا در زمین بازی افغانستان مورد توجه قرار بده. اگر به اظهارات و نگرانی های مقامات آمریکایی و رسانه های آمریکایی در مورد روسیه در افغانستان توجه شوه، اگر به نقش روسیه در پروسه صلح و حرکت هایی که در افغانستان انجام میده به این هم توجه شوه، سوی دیگر حکومت افغانستان هم حرکات زیگزاگی را در مسئله در سیاست منطقه و بین المللی خود روی دست گرفته و سیاست های زیگزاگی به پیش میره، افغانستان از این بازی مغلق و پیچیده منفعت خواهد برد و یا هم ضرر؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم. خیلی کوتاه خواهی سیدی بفرمایید. بسیار کوتاه. من باور دارم که نقشی را که روسیه میخواهد در این منطقه بازی کنه، ضرورت ها و مجبوریت های روسیه را میگم و منافع افغانستان هم. افغانستان حداقل از این شستا اگر 100% فایده نبره، نقص خود قطعا نمیبره. قطعا. یک. دو. روسیه چرا نقش آفرینی میکنه؟ سن چهار نقطه. یک، با در نظر داشت مشکلاتی که در منطقه وجود داره، جنگی که وجود داره، روسیه از تشدید جنگ در سرحدات خود و روسیه میانه تشویش داره. یک. دوم، روسیه میخواهد که بعد از این امریکا در قضاهای بین المللی نقشی عمده رو بازی نکنه. روسیه علاقه نداره که بعد از این حرف اول در دنیای سیاست و تعیین سرنوشت امریکا بزن. و بالاخره فایده ای که روسیه درک میکنه است که با آمدن روی کار آمدن حکومت ترامپ، روسیه میفهمه که امریکا دیگر در دنیا با سیاست های غلط ترامپ حرف اول زده نمیتونه. سپاسگزارم آقای صافی. شما زپدی باور ما چه پخوا په افغانستان که لوبغاړ یو وس دو دی، نو د افغانستان حکومت کله چې دو لوبغاړ منځ راځي د هغه رقابت څنګه دی رهبری کولای شي او څنګه د یو خه ستراتیژي په کارولو سره د دغه نه خپل په نفع منفعت اغیستی شي، دا ټول د افغانستان د حکومت پورې مربوط ده چې څنګه کولای شي دغه بازی په خپل نفع باندې ختم کړي.
آقای نظری بفرمایید. خب من فکر میکنم که اجلاس مسکو و مشارکت افغانستان در اجلاس به نفع افغانستان هست، اما ما نباید انتظار داشته باشیم که اجلاس منتج به یک نتیجه شود که صلح را در افغانستان تضمین بکنه. میتونه آغاز برای گفتگوهای آینده در ارتباط با صلح ارزیابی شود. بسیار تشکر آقای نظری، آقای صافی و آقای سعیدی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. و شما تشکر می‌کنم عزیز که بس ما تا کنون سیمان دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.